خب سلام مجدد خدمت شما عزیزان و دانشجویان گرام. در این قسمت ما میخوایم به مقایسه اینستاگرام با شبکه‌های اجتماعی دیگه بپردازیم، چرا که در اسلایدهای قبل اومدیم دلایل انتخاب اینستاگرام رو شرح دادیم و همش از قابلیت‌ها، ارزانی، روش‌های مارکتینگی مناسب و ساده اینستاگرام حرف زدیم، اما نیومدیم بگیم مثلا اینستاگرام این قابلیت ها رو داره، شبکه های اجتماعی دیگه چرا نداره، یا اصلا چرا نمیریم سراغ اونها. من از اولین رقیب اینستاگرام شروع میکنم، فیسبوک. رقیب که نه، چون جفتش برای آقای زاکربرگ و شرکتی که حالا امروز اسم شده متا هست، ولی با هم میتونن سینک بشن خیلی جاها. از این لحاظ میگم رقیب که توی ایران عموما افراد تعریف درستی از شبکه‌های اجتماعی ندارن. حالا من جلوتر همین ویدیو خدمتتون عرض می‌کنم که بعضا ما پیام رسان‌ها رو شبکه اجتماعی می‌بینیم که این اشتباه هستش، اما در دنیا و حالا کشورهایی که طبقه بندی مناسب تری هست، فیسبوک هم یک شبکه اجتماعیه که قبل از قدیمی تر از اینستاگرام هست، تعداد یوزرهای بیشتری داره. اما دو تا نکته هست در مورد فیسبوک که ما بعد اینجا راجع بهش صحبت میکنیم. یک، اولین و مهمترین نکته این هستش که وقتی ما میخوایم یک شبکه اجتماعی یا یک نرم افزار، یک اپلیکیشن، هر چیزی رو میخوایم ازش استفاده بکنیم، اولین آیتم که شما باید بهش فکر بکنید سهولت دسترسی و راحتی رسیدن به محیط کاری اون اپلیکیشن. برای همین فیسبوک چون در کشور ما آزاد نیست و ما باید از وسیله هایی که برای تغییر IP استفاده می کنن استفاده بکنیم و بریم سراغ فیسبوک، برای همین کار رو دشوار کرده. این نکته اول. نکته دوم این هستش که تعداد، به همین منظور نکته اول، تعداد افراد ایرانی و کسب و کارهای ایرانی که دارن داخل فیسبوک مارکتینگ می کنن حتی حدود 1/4 اینستاگرام هم نیست. این به همون دلیل آزاد نبودن این شبکه اجتماعی هست. و دلیل سوم این هستش که ماهیت فیسبوک، ظاهر فیسبوک، نوع کاربری فیسبوک با اینستاگرام خیلی فرق داره. اینستاگرام 70% محتوای تصویری، از ابتدای ویدیو من آموزش من این رو عرض کردم، 70-80% اینستاگرام محتوای تصویریه، عکس، ویدیو، استوریه، همه این هاست. و ما چون عموماً آدم ها و انسان های هستیم که دنبال راه ساده تریم، دیدن عکس خیلی جذاب تر و ساده تر از خوندن متنه. برای همین این سومین دلیلی هستش که فیسبوک محبوبیت اینستاگرام رو در ایران پیدا نکرد. و مقایسه ای که باید بکنیم به این جهت هستش که اینستاگرام آزاد هست، تعداد کسب و کارهای ایرانی به شدت بیشتری درش هست و اللحاظ ظاهری و نوع چیدمان و کاربری شبکه اجتماعی جذابتری برای ما ایرانی ها هستش. دومین شبکه اجتماعی که نه، حالا پیام رسان که همیشه بحثش هست کنار اینستاگرام، تلگرام هستش. تلگرام در ماهیت اصلیش پیام رسان هست دوستان. ببینید فیسبوک یک پیام رسان داره به اسم مسنجر. مقایسه اینستاگرام با یک پیام رسان این نمونه که ما بیایم فیسبوک رو با مسنجر مقایسه بکنیم، اصلا ربطی ندارن. ماهیت و وظیفه اصلی پیام رسان ها انتقال پیام بین یک فرد و حالا چند فرد و یک فرد دیگه ای هستش. اصلا اگر هم دقت بکنید ابزار مارکتینگی به ما نمیده، یعنی شما هشتگ هایی که در کانال های تلگرامی میذارید نهایتاً برای دسته‌بندی مطالب هست. قرار نیست کسی بیاد هشتگی رو سرچ بکنه بره توی کانالی که اصلا عضو نیست، نه. پس این اصلا در رده پیام رسان ها هست و ما کاری باهاش نداریم که بخوایم مقایسهش بکنیم. من صرفا اینو جهت اطلاع آوردم که چون خیلی از دوستان در حالا دوره های حضوری که در گذشته بوده مدام از تلگرام حرف می زدن که خیلی محبوبه، خیلی خوبه. بله محبوب هست، ولی یک پیام رسان هستش، یک سوشال مدیا و یک شبکه اجتماعی نیست. این رو در نظر داشته باشید. شبکه اجتماعی سوم لینکدین هست. لینکدین از لحاظ کسب و کاری
به شدت مناسبه. یعنی اون حرفی که من داخل فیسبوک زدم، گفتم کسب و کارهای کمتری داخلش هستن، لینکدین خیلی هم مهیاتر و ابزارهای بیشتری برای کسب و کار داره. اما یه نکته رو در نظر بگیرید، در اینستاگرام شما تمامی صفحات افراد عادی رو هم برای مارکتینگ کردن دارید. یعنی امکان داره یک فرد 18 ساله 15 ساله صفحه داشته باشه تو شبکه اجتماعی اینستاگرام و یک فرد 50 ساله هم صفحه داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این شبکه اجتماعی به قدری پابلیک و محبوب شده در کشور ما که افراد برای اوقات فراغت خودشون هم از این شبکه اجتماعی استفاده میکنن و این بهترین فرصت هست برای مارکتینگ در شبکه اجتماعی که مردم دارن برای اوقات فراغتشون میان. نمونه مثال مثل تاکسی. شما وقتی سوار تاکسی میشید وارد یک فضای پابلیک و عمومی میشید. یا اتوبوس، چرا تبلیغات رو در و دیوارش هست؟ به خاطر اینکه یک فضای عمومیه. یک محصل سوار اون اتوبوس میشه، یک فرد به اصطلاح میانسال سوار میشه و یک فرد محسن هم سوار اون اتوبوس میشه. اما به عنوان مثال عرض میکنم، سرویس تاکسی های هیبریدی که الان در شهر تهران هست، اگر دقت بکنید خیلی داخلش تبلیغات نیست، به خاطر اینکه یک قشر خاص سوار اون ماشین ها میشن. لینکدین هم همینطوره. لینکدین ویژه افرادی هستش که خیلی کسب و کاری دارن فکر میکنن و برای کسب و کارشون وارد این شبکه اجتماعی میشن. یعنی شما نمیتونید داخل لینکدین لباس بپوشید، شما میتونید یه حالت سی وی مانند و رزومه مانند برای خودتون در لینکدین درست بکنید. و آخرین شبکه اجتماعی که شاید یک مقدار زیادی به اصطلاح شبیه به اینستاگرام باشه، پینترست هستش. عکس کاملا به صورت عکس محور و طول محتوا محور هستش، ولی چند دلیل هست که باز اینستاگرام از پینترست محبوب تره. دلیل اول بحث همون میزان کاربرایی هست که در اینستاگرام هست و در پینترست نیست. یعنی از لحاظ مارکتینگی و از لحاظ تعداد یوزری که داره به شدت ضعیف‌تر از اینستاگرام. دوم، درسته که این شبکه اجتماعی بیشتر در حوزه تو محتوای عکس کار میکنه، یعنی مثل فیسبوک نیست یا مثل لینکدین نیست که ما بگیم عکس توش کمه، ویدیو توش کمه، نه. ولی این عکس ها خیلی عکس های طبقه بندی شده هستند. یعنی شما میتونید همون اول اگر فرد معماری باشید علایقتون رو وارد بکنید و فقط از اون عکس ها قراره ببینید. قرار نیست، باز گریزی میزنم به بحث اوقات فراغت، قرار نیست مطالب و اخبار روز رو توش ببینید. ببینید همه اینها، این که شما میتونید تو اینستاگرام اخبار روز رو ببینید، این که میتونید حواشی رو ببینید، این که میتونید کلیپ های فوتبال رو ببینید، این که میتونید مطالب طنز رو ببینید، دلایلی هستش که این شبکه اجتماعی محبوبتر و مقبولتر بشه. یه جمله رو من اینجا الان برای شما نمایش میدم. محبوبترین، کارآمدترین شبکه اجتماعی آزاد حال حاضر کشور. یک بار دیگه این جمله رو با هم بررسی کنیم. محبوبترین، یعنی از لحاظ تعداد یوزر و کاربرانی که داخلش هستن بیشترین رو به خود اختصاص داره. کارآمدترین، یعنی از لحاظ ابزاری که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای مارکتینگ کردن، برای رشد کسب و کار، کارآمدترین شبکه اجتماعی هم هست. و نکته مهم، آزاد حال حاضر کشوره. دوستان اینو توجه بکنید، من که میگم بیشترین تعداد یوزر رو داره، اولا چندین تا شرط داره. یکی این که آزاد باشه اون شبکه اجتماعی، دوم این که شبکه اجتماعی باشه، پیام رسان نباشه. میرسیم به اینستاگرام. کلیت این دلیل هایی که من گفتم خیلی هاش برای خیلی از شما عزیزان واضح بود، از قبل هم میدونستید، اما نیاز هستش که شما وقتی میخواهید ورود پیدا کنید به یک بحث بازاریابی و یا مارکتینگی در یک پلتفرم خاص، اون پلتفرم رو در ابتدا کامل بشناسید و بعد رقبا یا پلتفرم های مشابهی هم که در کنارش هست رو هم بشناسید. در ویدیوهای بعدی ما بیشتر راجع به بحثایل کاربردی و تکنیکی صحبت میکنیم. با من در ادامه این آموزش همراه باشید.